درامز پترن دریل ساختیم، الان میخوایم بیتش رو درست کنیم با هم دیگه. صفر تا صدش رو میریم جلو و ببینیم چی به چیه. خب بچه اول بذارید من یه مسئله خیلی مهم بهتون بگم. جنس صداها کلا تو هر سبکی که درست میکنید خیلی مهمه. یعنی الان من میخوام دریل درست کنم، صدایی که تو کارم میاد خیلی مهمه. معلوم برای ساخت آهنگ دریل نیاز به صدای چاق دارم، نمیتونم این صدای لاغر رو بردارم بیارم تو کار. میتونم بعضی جاها صدای لاغر استفاده کنم، ولی بیسیک کارم باید چاق باشه. الان من یه پیانو دارم، اول از بیس شروع میکنم. آکورد اولمو میخوام از لا شروع کنم. بچه ها ساخت بیت دریل نسبت به سبکای دیگه خیلی آسون تره، چون معمولا یه آکورد داره یا فوقش دوتا آکورد داره، زیاد تغییر نمیدن نوتایی که استفاده میشه رو، یه سره داره لوب تکرار میشه. خب من قبل از اینکه بیام توی پیانو، درامز رو یه بار میذارم روش. ایده ای چیزی داشتم، ملودی تو سرم اومد، همونو تبدیل به پیانو میکنم. همین الان بهش خورده شاخ و بال میدیم. خب این شد ملودیمون. حالا همینو میتونیم خفن‌ترش هم کنیم. یه باس هم براش میچینم، از اکسپرش بیس استفاده میکنم. سابایی هم که استفاده میشه توی سبک دریل معمولا یه خورده شارپه، در حالی که چاق و جون داره شارپ هم هست. حالا باس سلیقه‌ایه، شما میتونید از هر سابی استفاده کنید، ولی بیسیکش اون شکلیه. اینجا هم اولین نوت هر آکورد میشه لاین بیس.
جای همون نوت اولیه. میکنیم بچه ها، دیدید چقدر آسون بود؟ یه صدا دیگه اضافه کنیم مثل وکال. بچه ها از هر صدایی خوشتون اومد، با این روشی که الان بهتون یاد میدم میتونید از سمپل ها و وانشات ها استفاده کنید. بچه ها نگاه کنید، الان گام سمپل من به آهنگ من نمیخوره، به تنظیم من نمیخوره. گام سمپل هم سی میناره، گام کار من فکر کنم لا مینور باشه. آره لا میناره. خب دوتا کلید با هم دیگه فاصله دارن، پس من 200 سنت میارمش پایین. حالا گوش بدیم، دقت کنید که این حتما باید روی اوتو باشه، وگرنه جنس صداتون تغییر میکنه. خب لوپمونم سینک کنیم با پروژه. این آوردم که فقط مثال بزنم، از هر سمپلی خوشتون اومد میتونید استفاده کنید. این هم میاریم تو. خب حالا از این سمپلی که خوشم اومد استفاده کنیم.
بلاهای آسمانی رو سرش بیاریم. میارمش رو میکسر شماره 14، یه ریورب بهش میدم، با اکولایز خورده دورش میکنم، از صحنه روزگار دورش میکنم. از این مکنیک میگیرم، ریورسش میکنم، گامشم میارم یه اکتاف پایین. با این هم داریم حال میکنیم که آوردیمش تو کار. خب از فا به واسه همین آهنگ زده بودن، چه خوب بود. حالا که واسه همین آهنگ زدن اینم بیاریم، خب صدامون رو خورده تمیز کنیم. داره حجم باسش خیلی زیاد میشه. باسا رو میگیرم کلن، باسا رو یکی یکی میگیریم، باس پیانومون هم یه خورده میگیریم. Thank you.
بچه ها نقطه‌ای که رزونانس ایجاد میکنه وقتی اینو تیزش کنید بیارید بالا مشخص میشه. الان این قسمت که دیگه خیلی دیستورته، اینجا پیک قضیه است، باید این قسمت رو کمش کنید وگرنه کل میکس کارتون به هم میخوره. یه دونه هم اینجاست، قسمت های قیچی میزنم، یه میکینو که از تمپل ازش میگیرم ریورسش میکنم. بچه ها یه چیز خفن بهتون یاد بدم، فقط قسمتی که پیانو هست و با کنترل و کلیک چپ سلکت کنید، بعد اینکه سلکتش کردید روی خود پیانو هم یک کلیک کنید که سلکت شه، بعد کنترل و آلت و سی، کنترل و آلت و سی رو میگیری استارت رو میزنی. خب الان ما وی اس تی مون رو تبدیل به سمپل کردیم. خب چرا این کار کردم؟ خب یه تکنیک خیلی باحال بهتون یاد بدم، ریورسش میکنی اینجا. خب میکنه ریورسه، بدبخت میشیم ما، همه چی میره این بر. منظم قیچی نزدم ولی باحال شده. بعدی جا رو میکنیک بگیرید و صداش رو تغییر بدید. Thank you.
یک کلپ هم اینجا اضافه میکنم. کرش یعنی کرش سنگین، همون چاق. به بعضی ها میگیم چاق، خندهشون میگیره. چاق دیگه خنده نداره که. اینم ریورسش کنم. همین قسمت رو شلوغ‌ترش کنیم، میشه به عنوان کراس ازش استفاده کرد.
خب به این افکت بدیم بره تو کار گم شه، فقط کار پر کنه. یه گرس هم بهش میدم. فرکانس اضافهش هم بگیرم که کار علکی کثیف نکنه. از این صدای تو مخی هم بیارید تو کار خیلی جواب میده. عجب چیزی شد. این موزیک لعنتی جوریه که هر چقدرم رو کار وقت بذاری بازم براش کمه، واسه همینه که اصلا موسیقی انتها نداره. من از همینش خوشم میاد که هر چقدرم بری جلو بازم میتونی ادامه بدی و کارتو بهترش کنی. اون دیگه بستگی به ایده خودت داره. من دیگه چیزایی که میبایست رو به شما یاد دادم توی سبک دریل بازم براتون میذارم آموزش. چیز جدیدی به ذهنم اومد، حتما توی کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید که خیلی به ما انرژی میده. دم شما گرم. یه بار بیتو میذارم گوش بدیم، بعد دیگه خدا نگهدار شما.